شما وقتی که به یه موجودی عقل بدین، قدرت تفکر و اندیشیدن بدین، قدرت شک یا امکان شک رو هم بهش دادید. یعنی اینها نمیتونه از هم جدا باشه، چون که اصلا شما لحظه به لحظه در حال شک و یقین هستید در زندگی و این اتفاق در ذهنتون میفته دائم، یعنی اصلا نمیشه جلوشو گرفت. حالا به یه معنی خیلی اساسی و بنیادینش رو، مثلا شما وقتی که راه میفتین برین مغازه، خب شک دارین که مغازه بازه یا نه. ممکنه بگید که نه من اطمینان دارم، ولی واقعیت اینه که بالاخره 99% هم که اطمینان داشته باشین، 1% شک دارین. یا وقتی که صبح که بلند میشین شک دارین که تا شب دقیقاً اون برنامه‌هایی که مد نظرتون بوده و هست اون روز قابل اجرا هست و انجام میشه یا نه. هر تصمیمی که میخواین بگیرین یه درصدی معمولا شک توش هست و اینا لازمه تفکره. یه انسان متفکر، یه موجود متفکر نمیتونه شک نکنه، نمیتونه تردید نکنه. تردید نتیجه شکه، حالا این دوتا دقیقا یکی نیستن. یعنی ما اول شک میکنیم، بعد اگر که مادامی که شکمون به یقین تبدیل نشده، اون بازه رو ما میگیم تردید. این دوچار تردید هستش. این از تعریف شک، یعنی این از جایگاه شک و این از اجتناب ناپذیر بودن شک در حقیقت. مطلب بعدی این که شما به هر چیزی که بخواید، خب شما مقدمات صحبتتون یکیش این بود که کسانی هستن که میگن که شک نکن برای اینکه یقینت به هم میریزه و در نتیجه دچار ناآرامی و تزلزل و امثال این میشی. این حرف جوابش اینه که، خب حرف درستی نیست، جوابش اینه که هر یقینی اساساً با شک حاصل میشه. یعنی مقدمه یقین شکه. شما اول باید در مورد یه چیز شک کنید و بعد به یقین برسید، به خاطر اینکه خب شما با یه سوالی در حقیقت شروع میکنید. سوال همون شکه دیگه، یعنی شما نمیدونید که جواب یک سوال الف یا ب، اینجا شما شک دارید و بعد که سوال پرسیدین میرید دنبال جوابش و وقتی که به جواب رسیدید، اون وقت اون جواب، اگر که جواب قطعی پیدا کنید، اون وقت اون جواب شما رو یقین برسونه. غیر از اینه، یعنی شما مثلا حالا در مورد مثلا مغازه که من مثال زدم، شما خب شک میکنید که مغازه بازه یا نه، حالا هر درصدی از شک، بعد میرید اونجا بعد میبینید مغازه بازه، شک شما به یقین تبدیل میشه. یا اینکه میبینید که باز نیست، مغازه بسته است، باز شک شما به یقین تبدیل میشه، یقین دارم که مغازه بسته است. در زمینه مسائل روزمره و مسائل زندگی یا تصمیم گیری های مختلف بازم همینطوریه. شما شک دارید که فلان رشته رو بخونید یا نه، میرید تحقیقات میکنید، این شکه باعث میشه شما تحقیقات رو بکنید دیگه. این شکه محرک شماست، این شکه انگیزه شماست. خب شما اگه شک نداشتید که اصلا تحقیق نمیکردید و در نتیجه یقین نمیرسید. خب میرید تحقیقات میکنید و بعد میبینید فلان رشته مثلا رشته خیلی خوبیه و برای شما مفیده و یقین پیدا میکنید که این رشته مفیده، در نتیجه انتخابش میکنید و وارد اون مسیر میشید. شما اگر روز اول که با این رشته آشنا شدید اصلا شکی در موردش نمیکردین و همینجوری رشته رو الکی و بدون حالا تحقیق، بدون فکر و بدون در واقع بدون گذراندن اون فرایند تحقیق و استدلال و عقلانیت رشته رو انتخاب میکردید، همون اتفاقی میافتاد که اکثر آدم ها میکنن و پشیمون میشن، میگن ای وای من باید بیشتر در مورد این رشته تحصیلی مثلا تحقیق میکردم، تحقیق نکرده یا تحقیق کافی نکرده آمدم و وارد این رشته شدم و شکست خوردم، حالا یا مثلا یه سال دو سال از عمرم مثلا اتلاف، من باید تحقیق بیشتری میکردم، من باید به فلان آقا شک میکردم
به صداقتش، به حرفایی که میزنه، به اخلاقیاتش شک میکردم و در نتیجه بیشتر بررسی میکردم، بیشتر تحقیق میکردم و بعد ازدواج میکردم باهاش مثلا، و نکردم و در نتیجه خب ازدواجم خوب از آب در نیومد. بنابراین ما اگر کسی بدون عبور از مرحله شک و بعد تحقیق و بررسی کاری را انجام بده و شک نکنه، در حقیقت از همون اول یقین داشته باشه، یعنی مرحله شک رو دور بزنه، مرحله شک رو از فرایند تصمیم گیریش حذف بکنه، میگیم تو آدم عاقلی نیستی، تو کار عاقلانه ای نکردی، تو از کجا اطمینان کردی، یعنی چرا این یقین رو داشتی، منظور ما اینه دیگه، از کجا اطمینان کردی که این آدم مثلا آدم سالمیه که مال تو به دستش سپردی، تو از کجا اطمینان حاصل کردی که فلان روش روش خوبیه برای مثلا حل مشکلت، که بعد اون روش رو استفاده کردی و این معضلات برات پیش اومد، تو باید شک میکردی. در واقع ما اینو میگیم به اون آدم، یعنی ما کسی رو که ابدا شک نکنه و از همون اول با یقین تصمیم گیری بکنه در مورد یک چیز، این آدم رو آدم عاقلی نمیدونیم، یا این روش رو روش عاقلانه ای نمیدونیم. بنابراین شک لازمه یقینه و مقدمه یقینه، و هر قدر تصمیم گیری و پذیرش یک چیز مهمتر و حساستر باشه، مرحله شک و مرحله تحقیق هم مهمتر و حساستر میشه. یعنی ما برای تصمیمات بزرگ اتفاقا باید بیشتر شک کنیم و بیشتر حساب کتاب کنیم و بیشتر چشممون رو باز کنیم، که فکر میکنم هممون همین کار رو میکنیم. یعنی مثلا وقتی میخوایم مهاجرت کنیم خیلی بیشتر تردید میکنیم و شک میکنیم و تحقیق میکنیم و مکس میکنیم، تا اینکه مثلا میخوایم یه دونه خودکار بخریم، و اگه نکنیم میگم خب عاقلانه نیست و کسی این کار رو عاقلانه نمیدونه. خب حالا موضوع اینه که در زمینه حالا برفرض باورهای اعتقادی که شامل مسائل بسیار کلان زندگی میشه، قطعا و مسلما شک کردن و به تبع اون تأمل کردن و تحقیق کردن و بعد نتیجه گیری کردن شرط عقلانیته. موضوع موضوع کوچیکی نیست. یه کسی آمده و به شما داره میگه که تو یه خالقی داری با این خصوصیت ها و با این ویژگی ها، و این جهان رو او خلق کرده با این هدف و با این خواسته و با این برنامه، و این جهان، حالا بیشتر تو آموزه های حال دین خودمون، دین اسلام ما بگیم، برنامهش این بوده، هدفش این بوده، آخر و عاقبت این خواهد شد، اساسا حضور تو در این هستی علتش اینه، فلسفهش اینه، و در نتیجه تو باید اینجوری عمل بکنی، از این راه بری، این روش رو اعمال بکنی، و از فلان کار و فلان روش و فلان رفتار خودداری بکنی و امثال این. یعنی میخواد کلن زندگی شما رو در یک سطح بسیار وسیع و کلان تعریف نوینی بکنه این شیوه که حالا ما بهش دین میگیم، و تعریفی ارائه بده و مدعیاتی ارائه بده، آموزه هایی ارائه بده که تمامیت زندگی و هستی و رفتار و تصمیم گیری شما رو تحت تأثیر قرار میدن. چطور ممکنه که ما در مورد یک مسئله به این مهمی و تا این حد حساس و کلان و سرنوشت‌ساز شک نکنیم، و بدون شک و بدون تردید و در نتیجه بدون تحقیق، در نتیجه بدون تأمل، در نتیجه بدون بررسی چشممون رو ببندیم و مثل یه چتباز سقوط آزاد بپریم وسط این سرزمین به این بزرگی؟ این اصلا با عقل و با منطق جور در نمیاد. و بعد اگر بنا باشه که من به قیمت یک چنین عمل نابخردانه و بسیار بسیار اشتباهی و بسیار مخربی حتی به آرامش برسم، عقل و منطق میگه که اون آرامش پشیزی ارزش نداره. آرامشی که به قیمت کور کردن خود و به قیمت افتادن کورانه در یک مسیر
مسیر به این بزرگی و مهمی تمام بشه، اون آرامش ارزشی نداره و اهمیتی نداره و اتفاقا تردید و شک بسیار بسیار بهتر و نتیجه بخشتره، چون شما تردید میکنید، شک میکنید، تفکر میکنید، تحقیق میکنید و با اطمینان گام برمیدارید. اتفاقا اطمینانی که بعد از شک و تردید به انسان دست میده یک اطمینان ماندگار و متین و محکمه و بی‌تزلزله و اطمینانی که بدون عبور از مرحله شک، بدون تحقیق کافی، بدون تأمل کافی حاصل بشه یه اطمینان متزلزل و بی‌ثبات و بی‌اعتبار.